ما سه نفر دیگر رو سه تن سخنوران عزیزمون رو داریم که در پنل سه در مورد ایرانگرایی در برابر گلوبالیسم برای اون صحبت میکنن. مایل هستید که هر سه تن بیایید یکی یکی صحبت کنید، من بیوگرافیاتون رو بخونم یا مثل قبل یکی یکی من نمیدونم واقعا دکتر فرزاده رو بخوام من معرفی بکنم اصلا خجالت داره. تحلیلگر سیاسی، نویسنده و مترجم با سابقه تدریس در دانشگاه گلاسکو و سازمانی بزرگ من نگم بیچی دیگه بچه ها که اینجا به دنیا آمدن قراردادی که میهمان ها از میزبان تشکر کنم، منم از برگزار کنندگان و میزبانان تشکر میکنم، به خصوص اونایی که توطئه کردن وقتی صحبت من رو حالا بگذارم. حتما اگه انواسی به اینشون بوده این بین دانشگاهی ها مد شد که جلسه اگر کنفرانس یک روزه ای هست یا هرچی سمپوزیومی هست جلسه بعد از ظهر قبرستون سخنران The afternoon session is a graveyard of the speakers و ممنونم که این جلسه رو من دادید. ولی بدون تعارف از آقای کلاشی من باید تشکر بکنم برای اینکه غیر از اینکه صحبت نوبت صحبت من بعد از ظهره شما نهارم خوردید، وقتی که نهار صرف میکنید خون از بقیه اعضایی که فکر میکنن بیدار نگه میدارن حرکت میکنن به جاهایی که غذا رو حذف کنن و شما خواب‌آلودتر میشید. این هم باز کمکیه به اینکه هوشیار باشید، حتی اگر چشماتون بازه گوشا بسته باشید. ولی آقای کلاشی گوشا رو باز کرد و بیش از اون چیزی که من انتظار داشتم آبتود جاب بود مطلبی که ایشون عرضی کرد. از اینکه شما رو از خواب قبول من از آقای کلاشی سپاس گذارم. من منظرت در حقیقت توطئه میزبان رو خونسا کرد. امیدوارم که حالا روش میبینید که صحبتی که امیدوارم مختصر باشه. میگم کسایی که پا به سن میذارن نیرو به چونه شد منتقل میشه. به این مدت کلگویی رو دوست دارن یا عادت دارن، یعنی تنها نیرویست که براشون باقی بود. این مجموعه گذشته از این که من سرکستیک بودم نسبت به میزبان، این مقدار هم حقیقت توش بودم این است که ما واقعا برای چی دور هم جمع میشیم که چی بگیم؟ خب باید حرف نوعی باشه، بایستی که غیر از حرف نوع بودن ما رو با همدیگه پیوند بده. البته دیدارهایی که در حاشیه این اجتماع رسمی میکنیم صبح سر صبحانه نهار و غیره حکم اون سازمان جوانانی رو پیدا میکنی که حزب توده و بعد حزب ایران نوین، نه این حزب ایران نوین هلالی، حزب ایران نوین اصلی داشت و جوانها واقعا با این فرهنگی رشد میکردن و با هم دوست میشد، معاشرت میکردن، همدیگر رو پیدا میکردن، حتی دختر و پسر با همدیگه کارهای بی‌ناموسی میکردن. کارهای بی‌ناموسی نیست، بی‌ناموسی نیست، یعنی خلاف قوانین خشک سر کلاس میشستن، با هم دوست بودن. و این جلسات هم تکرار این دیدارها کمک میکنیم که این رو بستگی بین کسانی که حالا دارن یواش یواش سازمان پیدا میکنن و
دارن هویت پیدا میکنن و دارن در کنار هویت ایرانی برای خودشون سازماندهی میکنن، کمک میکنه به اونا که این انسجام بیشتر باشه. چیزی که قبل از سال 96 آبان 96 واقعا یک کالای نادر بود، ولی هرچی که میگذره ما حالا این انسجام رو بیشتر میبینیم و رشد سازمان‌های مشروطه خواهی رو که با هم در تقابل نیستن، حتی اگر گلایه‌ام نسبت به نوع رهبری سازمان‌دهی، تقسیم مال و منال، ارثیه بعد از پیروزی و غیر و ذالک دارن، با این هم اختلافات بنیادی نیست، میتونن با هم دیگه بسازن. و اگر ریسپیلی هم بینشون پیدا شد مثل آقای کلاشی اینها رو سازش و این جای مثبت است. ما داریم آماده میشیم برای اون چیزی که مردم توی خیابون میگن ایران رو پس میگیم. اینه که من گاهی احساسات میشم واقعا نمایش نیست، مثل شما مملکتمون دوست دارم و دلم میخواد اون روزی برسه که ما مملکت رو پس گرفتیم و دنبال یک شعار دیگه‌مون هستیم. این شعار فقط شعر نیست و برای خیابون نیست، این هدف گذاری شده است برای ساختن ایران. میگیم دوباره میسازم. که عنوان کنفرانس است ایرانی‌گرایی در تقابل با جهانی‌گرایی. قبل از اینکه من بیام به این جلسه، از این برنامه‌های متعارفی تلویزیونی منشی برنامه‌ای رو به آقای نژاد گفتم. اگه میگم آقا گاهی دکتر نمیگم برای اینکه واقعا در جمع ما مثل من دکتر قلابی اونقدر زیاد شده، عنوان دکتری ارزش خودش رو دست داده. من به کسی که میگم آقا یعنی دکتر. در حال عنوان قضیه تقابل این دوتاست و این تقابل درش حکمتی هست. واقعا شما نمیتونید بگید که این پرسش پاسخ پرسشی بود که اون مجری تلویزیونی در مقابل من داشت. من گفت چرا میگید یا میگن ایرانگرایی، نمیگید ملیگرایی؟ برای اینکه ما ملیگرا هستیم، ولی ملیگرایی ما متفاوت با ملیگرایی که مثلا در بریتانیا با آمدن نخست وزیری که یک بارم به ایران رفت شکل گرفت و عنوان داشت، بهش میگفتن برگزیت. شاخصه ملیگرایی در بریتانیا خارج شدن از اتحادیه اروپا، داشتن مجموعه قوانین خاص بریتانیا بود. اکثریت بریتانیایی‌ها زنده بودن، آزرده بودن از اینکه بخشی از مالیاتشون پرداخته بشه، مثلا 300 میلیون دلار در هفته برای داشتن یک پارلمان به اسم پارلمان اروپا که برای مردم بریتانیا قانون می‌ذاره. اینو نمی‌خواستن. یا نمی‌خواستن قوانینی که نماینده بریتانیا در وست‌مینستر تصویب می‌کنه تحت شعاع قوانینی باشه که اتحادیه اروپا و اونها تحمیل کنه. خب این برگزیت به ملیگرایی بریتانیا هویت میده. این میتونه نوع ملیگرایی دیگر کشورها با ملیگرایی یا ایرانگرایی همسو باشه و ما در این مورد افراد کردیم. ما که خودمون رو ایرانگرا معرفی میکنیم، در تقابل با خودمون جهانگرایی اسلامی رو میبینیم در داخل کشور، بایست این جریان‌ها رو جستجو میکردیم و بایست با اونها همسو میشدیم و ائتلاف میکردیم و هنوز فرصت از دست نرفت. این فرصت ما 4 سال در زمان ترامپ داشت. جریانی که میگفت آمریکا لخست یک جریان ملیگراست، در تقابل با جهانگرایی است و ما هم خودمون رو در تقابل با جهانگرایی می‌بینیم. اینجا بذارید یک
توضیح بدم روشن‌تر می‌کنه که ما برای این قلم موجود داریم. درمیان خطای موازی اینا جرایان های جهانیگرا هستن، موازی با هم حرکت میکنن ولی با هم دیگه فاصله دارن. گاهی این فاصله ها زیادتره، گاهی این فاصله ها خیلی کمتره، ولی این خط مبرر ملی‌گرایی است. با اینها زاویه داره ولی در شرایط زمانی و مکانی متفاوت این زاویه ها تغییر میکنه و گاهی میتونه این زاویه ها به حد اقل کاهش پیدا کنه. ما الان در اون موقعیت نیستیم، ما در یک شرایط انتقالی هستیم، از وضع موجودمون باید برسیم به وضع مطلوب، ولی شروع اون وضع مطلوب هم باز یک دوران انتقالی است. دوران انتقالی ما تا پیش از رسیدن به حاکمیت، یعنی رسیدن به حاکمیت ملی که تصور میکنیم غیر قابل اجتنابه، این حکومت یک دیکتاتوری جهانیگراست که منهای جهانیگراییش به انتها رسید، فاسد شد، ریشه هاش از بین رفته و بیشتر از پیش مردم به خودباوری میرسند، به ائتلاف با هم میرسند. بنابراین جریان ایرانگرا جریانی است که در حاشیه قدرت نشسته. این وضعیت تا وضعیتی که به دست بیاریم دوران انتقالی است و ما در این دوران انتقالی با جهانیگراها همسو نیست، جمهوری‌خواه مختلف ما نیست، قومگرا مختلف ما نیست. این توضیحات رو آقای کلاشی خیلی با جزئیات مطرح کرد. اصلاح طلب با ما همسو نیست، فدرالیست با ما همسو نیست. اینها جریان هایی هستند که پیشتر شریک دزد شدن، دزدی که ملیت ما رو به طور کامل سال 57 رو بود و حالا ما در حال پس گرفتن اونی. چپی ها هم با ما مختلف نیستن، هر کسی در هر مقامی با این جماعت ائتلاف کنه در این شرایط انتقالی، مهم نیست که در کدوم جایگاه هست، به هدفهای ملی، به مصالح ایران، به ایرانگرایی کمکی نکرد و باید از کنار این گرایش عبور کنیم و صاحب گرایش رو هوشیار. یه موقع شما اعتماد به نفس نداشتید، الان دارید، نیازی به این نیست که ادای جمهوری خواهی در بیارید، نیازی نیست که بنشینید و برخیزید با اصلاح طلب ها، تحکیم وحدتی ها و هر کس. ما الان در وضعیتی هستیم که به دنبال حاکمیت مطلق و نفی حقوق اقلیت نیستیم، ولی به دنبال رسیدن به جایگاهی هستیم که حرکت طبیعی ما به اونجا ختم میشه و الان در صحنه رقیب دیگری برای ایرانگرایان، ملیگرایان وجود نداره. سرنوشت محتوم این است که یعنی آنتیتز اون چیزی که الان حاکمیت ملیگرایی است. در حاکمیت ما الان تز اسلامگرایی رو داریم، جهان وطنی اسلامی رو داریم و بعد از این وقتی این حاکمیت پوسیده و فاسد به انتها رسید، جایگزین طبیعیش دیگه جمهوری خواه و فدرالیست و قومگرا و تجزیه طلب نیست. ایرانگرا میرسه به جایگاه طبیعیش، چنان که در سال 57 هم که تز حاکم ایرانگرایی بود،
تداوم پادشاهی رضا شاه پهلوی که به یکی از این حاشیه‌هاش آقای کلاشی اشاره کرد، تغییر نام ها، این کار در دوره رضا شاه با نیت و با فلسفه انجام شد، برای اینکه ایرانیت ما رو بهش صیقل بده، برای اینکه به اون شکل محمد رضا شاه قوانین اروپایی رو به مملکت رو، این قوانین اروپایی یعنی قوانین روز جامعه بشری است با قوانین الهی در تضاد، درسته پنج تا آخوند مطابق قانون مشروطه می نشینن که هرگز این کارو نکردن، قوانین ما رو قربال کنن یا تایید کنن یا نکنن، ولی محمد رضا شاه با نیت قوانین اروپایی رو بود و اینها رو ایرانیزه کرد و ما حاکمیت دنیایی خودمون رو داشتیم. این حاکمیت وجود داشت تا اینکه جمهوری اسلامی اون به کنار گذاشت و دیدیم اولین کاری که میکنه تغییر اسم هاست. و یکی از سخنگویان صبح میگفت که 95 درصد اسامی خیابون ها، دانشگاه ها، مراکز علمی و غیره رو مراکز عربی است کرده، کشورهای خود عربی هم باب نیست، ولی به علت در تقابل قرار گرفتن با هویت ما این اسم ها رو تغییر داد و باید این استحاله بعد از تغییر حکومت صورت بگیره. تا اینجا تا حدی روشن شد که ما کی هستیم، مرادمون از ایران گرایی چیه. ما اولویت داریم، اولویت ما رفتن به بهشت نیست، رسیدن به رفاه، رسیدن به ترقی است، رسیدن به جایگاهی است در جامعه جهانی که پیش از فتنه 57 داشتیم و به اون نزدیک و نزدیکتر می‌شدیم، یعنی در جمع پنج کشور ثروتمند دنیا قرار داشتن. این با جمعیت هوشیار و جوانی که ایران داشت، با منابع معدنی که ایران داشت و هنوز مونده، البته بخشی از اونها به یغما رفته، امکان پذیر و هنوز هم امکان پذیر، البته شرایط دشواره، راه طولانی‌تره، ولی حتما قابل اصول و باید اون. پس این اولویت هم باز مقداری ماهیت ما رو و هویت ما رو صیقل بیشتر میده. اونجایی که میگیم ما ایرانگرا هستیم، ممکنه وقتی که از این دوران انتقالی دوم بعد از رسیدن به حاکمیت عبور کردیم، یعنی از نقطه صفر یا عقب ماندگی رسیدیم به رشد اقتصادی، اونجا ما تغییر شکل بدیم، یک نوعی از دگرگونی شکل بگیره، ولی در ابتدای کار نیست. این اولویت است که باید تعیین بکنیم به جای رفتن به بهشت، مردم بهشت زمینی داشته باشن، زندگی و اخلاقشون در این دنیا در حدی باشه که جامعه جهانی اون رو مقبول میبینه و به اون احترام میگذاره. من یادم اون چهار روزی سالهای گیر و دوری که در لندن درس میخوندم، فروشگاه های لندن واقعا بوتیک های خوبش به فارسی می نوشتن خوش آمدید. خب این برای ما اعتبار بود، این خوش آمدگویی جایگاه ما رو در جامعه جهانی تعیین می کرد و به دست آوردن این جامعه دوباره امکان پذیره. ما به اونجا می رسیم و این هدف ماست. ما به هر حال با فدرالیسم مخالفیم، ما می خواهیم یک زبان واحد به عنوان زبان رسمی کشور برای همه مملکت اون باشه. جهانیگراها با برداشتن مرزها موافقن، ولی ما تا یک آینده نامحدود مرزهامون رو حفظ میکنیم و در درون این مرزها مرز دیگری نداریم. یک مرز داریم اطراف ایران کشیده شده و درونش هیچ خط‌کشی دیگری نیست، نه قومی، نه فدرالی، نه مدیریتی. به دنبال مدیریت متمرکز نیستیم، ولی به دنبال داشتن یک برنامه جامع برای پیشرفت. ما به دنبال آزادی هستیم، ولی نه آزادی برای تبلیغ کمونیسم، نه آزادی برای داشتن آنارکی، آزادی برای رهایی شدن از فقر. این برای ما اولاست. باید از قید فقر 85 میلیون تا اون زمان شاید 90 میلیون مردم ما آزاد بشن تا بتونن به آزادی های واقعی در زمین دست پیدا کنن. ما در تقابل با جهانگرایی هستیم که هویت نداریم. یکی از این انگلیسی هایی که شاید سال 67 اشتباه هم، آقای مایکل لگین، یک دانشگاهی بریتانیایی که بعد در این مقام تدریس میکرد،
یک تعریفی از جهانگرایی داره که ما بدونیم واقعا حریفمون در کل چه تعریفی داره، در داخل مملکت با چی روبرو هستیم، که اون رو اینطور میگه که جهانگرایی در اوج رشد ملیگرایی شکل گرفت و طبیعتاً نتیجه گیری این است که اگر ملیگرایی نباشه جهانگرایی وجود نداره. فقط در کنار جهانگرایی است که ما، در کنار ملیگرایی است که ما میتونیم تعریفی از جهانگرایی داشته باشیم. و این جهانگرایی بین خودشون اینقدر اختلاف هست که بین ما و جهانگراهای متعادل واقعا نیست و ما نمیگیم در تقابل با شما هستیم، میگیم با شما همسو نیستیم، ولی در جاهای این همسویی امکان پذیر. اونا سعی میکنن مثل آمریکایی هایی که در تلاش هم برای خودشون تاریخ مصنوعی یا طبیعی بسازن واقعا عقبه تعریفی داشته باشن، میگن آقا این جهانیگرایی ریشه در کجا داره، و بعضی ها حتی میرن در انتهای 500 سال گذشته، 570 سال گذشته و میگن هملتی که شکسپیر خلق کرد، این شاهزاده دانمارکی، شاید نقطه امید بوده یا الگو بوده برای کسی مثل مارکس، مثل انگلس، برای اینکه جهانیگرایی سوسیالیستی خودشون رو بتونن تدوین بکنن. اون یوتوپیایی که مورد نظر اونها هست و هرگز دستیافتنی نبوده و نیست، این رو ما در رفتار هملت می‌بینیم. بین مفهوم و مصداق همیشه سرگیجه داره، بین دراما و مسخرگی سرگیجه داره، بین اون چیزی که شما میتونی به دست بیاری و اون چیزی که آرزو داری سرگیجه داره و نمیدونه چی میخواد، نمیدونه به کجا میخواد بره. و جماعت‌هایی رو با تفکر متناقض در طول نمایش به خودش جذب میکنه و میگن چون یوتوپیای هملت قابل دسترسی نبود، این شاید مایه‌ای شد، دستمایه‌ای شد برای کسی مثل مارکس تا او بتونه یک تصویر یوتوپیایی از مدینه فاضله خودش به دست بده. البته کسایی هم هستن مثل همین آقایی که من صحبتشو کردم، آقای مایکل لین، یا حتی کسی مثل رمزی مکدانالد، اینی که در بریتانیا دهه 20 سال، یه بار سال 1924 یک بار سال 1927 او به نخست وزیری رسید از حزب کارگر. او میگفت که شهروند جهانی بشره و این رو به عنوان یکی از ریشه های شکل دادن به جهانگرایی منتشر میکنه. ما خب از این قدیمی تر داریم، سعدی رو داریم که میگه بنی آدم از آقای پیکر. البته باور نداریم که همه این اعضای یک پیکر واقعا برابر هم دیگه است، برای اینکه دنیا دنیای آرمانی نیست، دنیای لمسی و دنیای واقعیت. اون چی که به عنوان عدالت، برتری پرولتاریا، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها از اون یاد میکنن در دنیای واقع امکان پذیر نیست که اجرایی بشه، برای اینکه مفهوم عدالت برای مردم در نقاط مختلف شکل متفاوت داره. چطور میتونید بگید که عدالت برای یک اهل غزه همون است که برای یک کسی که در تل آویو زندگی میکنه؟ این درست نیست. تعریفی که یک اسرائیلی از مفهوم عدالت داره برای خودش مصداق ظلمه برای کسی که در غزه زندگی میکنه. و باید این واقعیت رو پذیرفت و وضعیت ما هم در حقیقت همینه. بنابراین به دنبال آرمانگرایی نیست، واقعیت‌ها رو می‌بینیم، می‌شناسیم، اونجایی که لازم هست ائتلاف می‌کنیم، ولی نه جایی که ضروری نیست و تظاهر به ائتلاف نمی‌تونیم داشته باشیم مگر اینکه به استقبال خوردن سم بریم. در هر حال اون چیزی که ما به عنوان ایرانگرایی ازش تعریف می‌کنیم هویت و هدف‌های مشخص داره، پیچیده نیست، ایرانی است، خاص خود ماست، متفاوت با ایرانگرایی است که در ترکیه ما میتونیم با اونها ائتلاف بکنیم ولی متفاوت با اونها است. این ایرانگرایی در مرزهای ایران تعریف میشه.
که به شعوب مختلف اون پرداخته شد. در مورد جهانگرایی ما خودمون رو در تقابل با اونها میبینیم، برای اینکه اونها خودشون رو با برداشتن مرزهای ملی تعریف میکنن. ما این رو در این مرحله نمیتونیم بپذیریم. همسو و مشترک و مختلف جهانیگراها لیبرال ها هستن. ما نمیتونیم در این مرحله لیبرال باشیم. ما نمیتونیم جمهوری خواه باشیم. یه خود اورینتال بگم. ما حتی نمیتونیم دموکراسی نوع غربی داشته باشیم. ادای دموکراسی خواهی به نوع غربی در میارن میفهمن که چی میگن و اینها توطئه از درونه، حرفهای پوش به خورد مردم ساده دادنه و وظیفه ما، شما تک تک شما وقتی اینجا هستیم، نشان دادن تصویر واقعی از ایران بعد از حکومت اسلامی است به ایرانی ها و ایجاد انتظارات راستین و واقعی. من تکرار میکنم، دموکراسی نو غربی نسخه شروع کار ما نیست، ولی ما به دنبال اختناق نیستیم. ما به دنبال آزادی هستیم، ولی آزادی از فقر، نه آزادی برای تبلیغ کمونیسم و یا روش هایی که نهایتاً به انهدام ایران می انجام. ما دوباره همدیگر رو پیدا کردیم و با هم بلند می گیم. دوباره می سازم. ای وطن.